یک قسمت بزرگی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که نه در مقابل فشار خارجی میتونه دیگه مقاومت بکنه و نه در مقابل مطالبات داخلی، و از این نظر مجبور شده که تا یه مقداری فضا رو باز بکنه و اگر بخواد این راه رو ادامه بده هیچ چاره‌ای به جز این نداره که این فضا رو باز بکنه. البته بخش‌هایی از حاکمیت، بخش‌هایی از کسایی که قدرت رو در دست دارن و میخوان در دستشون بمونه با این امر کاملا مخالف هستن و فکر میکنن با بازتر شدن فضای سیاسی و اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی این قدرتشون رو میتونن از دست بدن، ولی تا حداقل تا الان نشانه هایی وجود داره که بخش‌های مهمی از حاکمیت به این نتیجه که برای اینکه برای ابقای خودش، شکی نیست که برای ابقای خودش مجبوره که یه مقدار به این خواستا تن بده و به نظر من این فرصت خیلی خوبیه. در حقیقت دو دسته میتونیم بگیم که افرادی هستن در جامعه ایران به طور کلی اگه بخوایم نگاه کنیم، کسانی که طرفدار فرهنگ خشونتن و کسانی که با این فرهنگ خشونت مخالفن. آنهایی که طرفدار فرهنگ خشونتن خب بیشتر طرفدار نظامیگری هستن، طرفدار جنگ هستن، طرفدار برخورد هستن، طرفدار این هستن که جامعه رو بیشتر به تنش ببرن و تنش‌هایی که قابل حل نباشه. کسانی که طرفدار مبارزه با فرهنگ خشونت هستن، با حکم اعدام مخالفن، میخوان که تنش‌ها رو اگه بشه براش راهکارهای خشونت پرهیزی پیدا بکنن. طرفدار مذاکره هستن چه در داخل چه در خارج و به دنبال میان راهکارها هستن. من فکر میکنم که مسئله اصلی که ما داریم یک، ایجاد شبکه‌های شهروندی است. دو، این است که شما این میان راهکارها رو بتونیم پیدا کنیم. و ما الان در این شرایطی هستیم که ما میتونیم به اقدام استراتژیکی که داشته باشیم هجوم به جامعه مدنی هستش، یعنی تا اونجایی که میتونن معلمین، کارگران، کسانی که به هر شکلی که هستن در هر تشکلی، در هر سندیکایی، چه هنری باشه چه کاری باشه، بتونن داوطلب بشن و متشکل بشن. این شکلی این کار در آفریقای جنوبی هم شد، یعنی که در جاهایی بودش که حتی مثلا در یه دهکده میگفتن که ما بیایم جمع بشیم یه تشکلی به وجود بیاریم که مثلا چاه بکنیم که بگیم که ما آب میخوایم و هیچ جنبه سیاسی نداره. و اتفاقی که میفته در این جوامع موقعی که این تشکل‌ها زیاد میشه، این جامعه مدنی به وجود میاد، موقعی که این جرقه ای اتفاق میفته در جامعه، این تشکل خود به خود خواستای سیاسی برشون وارد میشه، خواستای حقوق بشر، خواستای دموکراسی قاطیشون میشه. و اینو ما در جنبش سبز دیدیم. مردم ایران تا حد زیادی اصولا خسته شدن از خشونت، 30 سال خشونت انقلاب، بعد جنگ، بعد خشونت های یک نوع جنگ های داخلی که صورت گرفته، برادرکشی هایی که شده یا خواهرکشی هایی که تو ایران اتفاق افتاده، اینها مردم ایران رو مشمئز کرده از خشونت. ببینین، شما وقتی که در مورد اجماع صحبت میکنین، این میتونه با حالت بالقوه باشه و بالفعل نشده باشه. یعنی همونطور که آقای دکتر وحدت گفتن، خب ما میلیون ها ایرانی داریم که ممکنه که این خستگی رو پیدا کرده باشن، ولی الزاماً اینو تبدیل به یک حرکت اجتماعی نکنن. من جامعه ایران به عنوان وحشت زده از خشونت میبینم، یعنی یک استرابی که شبیه پست تروماتیک استرس دیسوردر هستش. نه تنها مردم ایران خسته شدن از خشونت، وحشت دارن از خشونت. یعنی حتی از تلویزیون و برنامه‌ها و هر جایی که امکان خشونت داره سعی می‌کنن پرهیز کنن. من که خشونت پرهیز هستم، من نمیتونم کامپرومایز کنم سر خشونت. همون شکلی که آدمکشی نمیتونم کامپرومایز کنم، سر تبعیض در قانون اساسی هم نمیتونم کامپرومایز کنم. نمیتونم بگم که خب ما حالا اصل 177 قانون اساسی که میگه که اسلامیت نظام غیر قابل اصلاح رو بپذیریم، ولایت فقیه ما فعلا رد میکنیم. اینجا سر اخلاق من مشکل دارم با کسانی که خشونت پریزانی که میگن که حالا ما یه مقدار خشونت رو بپذیریم به عنوان یک راهکار، به عنوان یک کامپرومایز، به عنوان یک خب من میبینم که خب 40 سال پیش میگفتن خب ما آدم کشی رو بپذیریم به قدر رسیدن به اون جامعه‌ای که ما میخوان. ما نمیتونیم. من اینجا سر
کامپرومایز خیلی با اشخاص مختلفی در اصلاح طلبان مشکل دارن و کسانی که ادعای خشونت پرهیزی میکنن. اگر ما به این فکر اصلی برسیم که ایران ماهر مال همه ماست، بنابراین ما باید بریم به طرف یک گفتگوی ملی. اگر میخوایم بریم به طرف گفتگوی ملی، بنابراین باید این فکری که در آفریقای جنوبی هم بوده که آشتی ملیه، ما اینو باید ببینیم چگونه میتونیم انجام بدیم. برای اینکه بتونیم اینو انجام بدیم، ما باید بتونیم قابلیت سخن گفتن و گوش دادن و به حرف همدیگر رو داشته باشیم. خب حالا این دلیل نمیشه که من الزاما موضعم در مورد حکم اعدام یا خشونت تغییر بکنه، ولی اگر کسی آمد و گفتش که من از فردا میخوام با شما مذاکره کنم، من میگم که خیلی خب، شما یک جنایاتی مثلا انجام دادید که این جنایات باید شما پاسخگو باشید برش، ولی نمیگم که الزاما من میخوام شما رو از بین ببرم. مکانیزم 4 تا هستش که به خصوص هستش. یکیش هستش مکانیزم کانورژن، یعنی که جذب نیرو، یعنی که شما با فشار یک گروهی جذب کنید به خودتون. یک مکانیزم اکامدیشن هست، یک مکانیزم کوئرژن که زور هستش، یکی هم دیس انتگریشن که فروپاشی هستش. اینا مکانیزم خشونت مبارزه خشونت پریس هستن. یه سری متد هم هستن. متد ها میتونه از اعتراضات و پروتست اند پرسویشن باشه، میتونه از عدم همکاری باشه مثل اعتصابات یا تحریم های سیاسی اجتماعی اقتصادی، یا میتونه ابزار زوری باشه مثل سیستم اکیپای اینترونشن بهش میگن. خیلی مهمه که مذاکره و صحبت، چون که فشار نیست نمیتونه بخشی از متد باشه، و چون فورس توش نیست و شما نمیتونیم هم مذاکره کنیم هم فشار بیاریم. اینکه شما چگونه میتونید یه دشمنی رو تغییر بدین، شما با اون دشمن اگر رویارو نشید و گفتگو نکنید که نمیتونید تغییرش بدین. تمام بحث اینجاست که شما اون آدمو دیگه به عنوان فقط دشمنتون نبینید، بلکه به عنوان یک مخاطب ببینید. این مسئله خشونت پرهیزی رو تفاوت میده. خشونت پرهیزی مثل خیلی چیزای دیگه بیست مطلقی نیست، نمیتونه باشه. شما مثلا در مقابل نازی‌ها نمیتونید از خشونت پرهیزی استفاده بکنید. میزنن همتون رو تارمار میکنن، میکشن، میزنن تو کورهای آدمسوزی. به نظر من در این موارد باید تا جایی که میشه سعی کرد اینه که مؤلفه‌های خشونتبار رو از عکس العملی که انسان به خشونت نشون میده کم کرد. من جنبش سبز و اون اولش خواستش رو خشونت پریز میدونم، ولی موقعی که وارد بحثای بازگشت به دوران طلایی امام و بازگشت به اصول انقلاب شدیم، ما مبحث خشونت ورزی وارد شد و این شکافی که وارد جنبش سبز شد شکاف غیر قابل جبران بود. این که فکر بکنیم جنبش سبز شکست خورده اشتباهه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم جنبش های سیاسی و مدنی سالها و شاید دهه ها طول میکشه و فراز و نشیب داره، و در واقع من اصلا فکر نمیکنم که به این زودی این جریاناتی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاد همچین چیزی اتفاق بیفته. من فکر میکردم که این آتیش زیر خاکستری که در جنبش سرزمین خیلی بیشتر در زیر خاکستر خواهد بود. ببینید، من همیشه تاکید کردم روی موضوع که قصاص و عدالت دو چیز مختلفن. قصاص الزاماً از جانب جامعه ایران مطرح نمیشه اگر دستگاه قضاییش داره مطرح میکنه، و ما وقتی در مورد خشونت پرهیزی صحبت میکنیم، ما در مورد مبارزه با قوانین غیر عادلانه همیشه صحبت کردیم و در مورد ایجاد عدالت صحبت کردیم. بنابراین مسئله قصاص از عدالت در مورد خشونت پرهیزی باید از همدیگه تفکیک کرد. ما باید بین مسئله خشونت و دفاع از خود تفاوت قائل بشیم. ما اینجا بین جنایت و دفاع از خود باید تفاوت قائل بشیم. اینجا کسی نمیگه که از خودمون دفاع نکنیم، ولی میگیم ما تبدیل به جنایتکار نشیم خودمون. در مقابل خشونت فاشیستا و نازی‌ها، به خصوص نازی‌ها، هیچ جاره‌ای به جز این که باهاشون مقابله کرد و مقابله که مقداری خشونت توش هست، هیچ چاره به جز اون وجود نداره. ولی باید مواظب بود که خود آدم سوال نکنه.